مکن کاری که بر پاز سنگت جهان با این فراخی تنگتایو چو فردا نامخانان نامخانند تو را از نامخاندن ننگت آیو به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم خوشحالیم و افتخار داریم که یک بار دیگر از برنامه مکتب خادی مهمان خانه های شما دلبندان هستیم عزیزان به جلسه 24 ادبیات دری رسیدیم عنوان درس امروز شما داستان کوتاه هست خاصه داستانی به نام انتظار از نویسنده معروف معاصر محمد آصف سحیل در ادامه در حوزه قواعد دستوری با نوعی از قاعده آشنا خواهیم شد تحت عنوان واو معدوله عزیزان جان در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما به شماره 2964 780 255 چهل آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرانقدر قبل از اینکه وارد درس نو شویم به مانند جلسات قبل ابتدا کار خانگی جلسه قبل را حل میکنیم و بعد به ادامه درس خواهیم پرداخت در جلسه قبل خطاب شما گفته بودیم که اسم را تعریف کنید و تفاوت بین جمع و اسم جمع را با ذکر مثالی توضیح دهید خب ابتدا اسم را باید چیکار کنیم دوستان اسم را تعریف کنیم ما به چه چیزی اسم میگوییم اسم تعریف چه میشود میگوییم که اسم کلمه است که برای نامیدن اشیا یا اشخاص به کار می روید. پس هر زمانی که ما برای نامگذاری برای خطاب قرار دادن یک شعی یا یک چیزی یا یک کسی بخواهیم استفاده کنیم از یک کلمه استفاده میکنیم به نام اسم حالی میتواند اسم چی باشد؟ اسم شوکی باشد اسم میتواند احمد باشد اسم محمود باشد اسم کابل باشد اسم مزار باشد اسم قندهار باشد و اسامی در واقع بیان کننده یک معنایی است برای یک مکان برای یک شخص برای یک شی برای یک حیوان و برای خیلی از چیزهایی که در اطراف و پیرامون ما قرار موقعیت دارند خب این شد تعریف چی تعریف اسم خب در ادامه میگوییم تفاوت بین جمع و اسم جمع در جلسه قبل انواع اسم ها رو دوستان توضیح دادیم از نظر مفرد و جمع بودن برای شما شکل دادیم و توضیحاتش رو به جلسه قبل اگر مراجعه بکنید متوجه میشه که ما این مطالب را قبلا برایتان بیان کردیم حالی در ادامه باز هم یک قسم از او انواع دستور زبان جلسه قبل را باز هم با هم مرور میکنیم چی گفتیم؟ گفتیم تفاوت بین جمع و اسم جمع جمع و اسم جمع این دو کلمه چه تفاوتی با یکدیگر دارند نگاه کنید دوستان ما میگوییم چی تفاوت جمع و اسم جمع میخوایم تفاوت را برای شما روشن کنیم هر زمانی که این دو واژه تعریف شد دوستان هر زمانی که دو واژه تعریفش روشن شد در واقع تفاوت ایندونیزمی روشن میشه به طور مثال نگاه کنید دوستان ما میگوییم ابتدا جمع جمع را میخواهیم تعریف کنیم به چه کلمهای جمع میگوییم جمع اسمیس که دلالت بر بیش از یک نفر می کند هر زمانی که شما کلمه ای داشتید که بیش از یک نفر دلالت کرد اون میشود تحت عنوان چی دوستان تحت عنوان جمع تحت عنوان جمع کلمه ای است که دلالت بر بیش از یک نفر میکند یعنی دو نفر سه نفر چهار نفر حال البته میتواند این نفر نباشد ها میتواند یک شی باشد میتواند یک حیوان باشد میتواند یک جامد باشد یک چیز دیگری غیر از انسان نیز جمع شود ولی نشانه جمع چیست نشانه جمع دو چیز است نگاه کنید دوستان یک الف و نون و چی دوستان بعد ها هر زمانی که شما کلماتی داشتید که انتهایش الف و یا ها داشت این میشود تحت عنوان جمع مانند چی مانند درختان مانند چی مانند کتاب ها نگاه کنید شاگردان درختان شاگردان معلمان نگاه کنید این کلمات کلمات چی هستن جمع هستن مکتب ها دیگر چه مانند سنف ها مانند چی؟ کتاب ها مانند چی؟ کتابچه ها مانند چی؟ قلم ها نگاه کنید دوستان کلمات جمع کلماتی هستن که انتهایش الف و نون یا ها داشته باشند. این کلمات کلماتی هستن که چی؟ شکل مفرد دارن وقتی که این حروف و این نشانه های الف و نون و ها در انتهایش اضافه می شود از حالت مفرد به حالت جمع تغییر شکل می دهد این می تحت عنوان جمع حالا اگر یک زمانی ما بخوایم اسم جمع را تعریف کنیم دوستان میگوییم اسم جمع اسم جمع چگونه است؟ میگوییم ظاهر مفرد معنا جمع نگاه کنید شاید عزیز اسم جمع یک شکل خاصی از اسم هاست چگونه است ظاهرش شکل ابتدایش را که نگاه میکنی متوجه میشه کلمه کلمه مفرد است چرا چون نشانه جمع ندارد نه الف و نون انتهایش وجود دارد و نه ها در انتهایش موجود است وقتی این دو علامت را ندارد فکر میکنه چی مفرد است در حالی که مفرد نیست شکل ظاهریش مفرد است ولی معنایش معنای جمع است مانند چی دوستان مانند گله رمه مردم لشکر نگاه دوستان گروه این کلمات کلماتی هستند که مانا نگاه دوستان گله شکل ظاهری چیه مفرده ما نه ها داریم نه الفونون داریم رمه نشانه جمع داریم نداریم مردم لشکر ظاهر این کلمات ظاهر مفرد است ولی وقتی معنایش را نگاه میکنیم یعنی که دلالت بر چندین نوع دارد حالا میتواند انسان باشد میتواند حیوان باشد میتواند اشیا باشد اشکال مختلفی دارد معنای همه اینها جمع است ظاهرش مفرد است اگر چه اگر دوستان کلماتی که تحت عنوان اسم جمع هستن میتوانند این قابلیت را دارند که نشانه های جمع در انتهایشان اضافه شود جمع بسته شود مانند چی رمه را بگوییم رمه ها گله را بگوییم گله ها لشکر را بگوییم لشکر ها مردم را بگوییم مردمان نگاه کنید دوستان وقتی که این کلمات را ببینیم قابلیتی را دارد میشود تحت عنوان اسم جمع خب شاگردای عزیز و گرامی وارد بخش اول درس جدیدمان شویم درس امروز ما عنوانش داستان کوتاه است و در واقع یک داستان کوتاهی را از یکی از نویسنده های معاصر خودمان جناب آقای محمد آصف سهیل میخوانید تحت عنوان انتظار داستان کوتاه انتظار نوشته دکتر محمد آصف سهیل است از نویسندگان دوره معاصر ماست شاگردای عزیز متن داستان را در داخل خانه خودتان مطالعه کنید متن داستان یک داستان بسیار زیبا بسیار جالب است از نویسنده معاصرمان دوستان خودتان در داخل خانه متن را مطالعه کنید بخوانید و اگر در واقع نیاز به راهنمایی داشتین مشکل بود برای ما در قالب پیام ارسال بکنیم این داستان تمام عناصر یک داستان کوتاه را دارا نمی باشد داستان کوتاه در واقع ارکانی دارد اجزایی دارد بخشهایی دارد که داستان انتظار آقای دکتر محمد آصف سهل تمامی عناصر را در داخل خود ندارد که در واقع در ادامه در مورد این بیشتر توضیح خواهیم داد خب در ابتدا در مورد گذشته و تاریخچه داستان کوتاه دوستان با همدیگر صحبت کنیم میگویند داستان کوتاه را تحت عنوان داستان مدرن از او یاد میکنه داستان در واقع جدید داستانی که در مقابل داستانهای اشکال قدیمی قرار موقعیت دارد میگوید با قصه افسانه و حکایت متفاوت است در حالی که ما اگر شکل سنتی داستانهای کوتاه را نگاه میکنیم میبینیم که در قالب‌های مختلفی بیان میشده یا در قالب قصه بوده یا در قالب حکایت بوده و یا هم در قالب افسانه بیان نشده است داستان کوتاه رو اگر در تاریخش دوستان نگاه کنیم اولین بار داستان کوتاه در حوزه داستان های دری اشاره میکند به کتاب گلستان سعدی در واقع این شاعر و نویسنده مشهور قرن هفتم هجری قمری که میگن زمزمه ها و زمینه های شکلگیری داستان کوتاه در ابتدا از کتاب گلستان سعدی شکل گرفته و در آقای کتاب الهام بخش داستان کوتاه است. پس نگاه کنید شاید عزیز داستان مدرن یا همون داستان کوتاه با قصه و افسانه و حکایت متفاوت است. میگویند که رواج داستان کوتاه در افغانستان از قرن بیستم در واقع میلادی اتفاق میافتد اگرچه نقطه آغازین داستانهای کوتاه متعلق به کشورهای اروپایی است که در قرن نوزدهم شکل میگیرد ولی در کشور عزیزمان افغانستان استار و نقطه شروع در واقع داستانهای کوتاه از قرن بیستم شکل میگیرد رواج داستان کوتاه در افغانستان از قرن بیستم نقطه آغاز داستانهای کوتاه در کشور عزیزمان افغانستان از قرن بیستم میلادی شکل میگیرد اگرچه نقطه شروع داستان کوتاه در کل دنیا متعلق به کشورهای اروپایی است که از قرن نوزدهم اتفاق میافتد ولی یک قرن بعد طول میکشد که در واقع داستان کوتاه در داخل کشور عزیزمان افغانستان رونق پیدا کند اشخاص بسیاری نویسنده های بسیار شهیری در داخل کشور عزیزمان افغانستان کسانی هستند که در واقع به داستان نویسی اقدام کردند از شخصیت هایی که در حوزه داستان نویسی در کشور عزیزمان افغانستان در واقع دستی بر آتش داشتند کار کردن میتوانیم در دکتر محمد اکرم عثمان اشاره بکنیم از بابا کوهی میتوان نام ببریم از در واقع محمد اعظم رهنورد زریاب میتوانیم نام ببرید از همسرشان ایشان موی در واقع زریاب هم میتوان نام برد کسانی هستند که در حوزه داستان نویسی در کشور عزیزمان افغانستان فعالیت های بسیار زیادی انجام دادن خب ابتدا در کشورهای غربی داستان نویسی خاصه داستان کوتاه شکل میگیرد پدید آمدن در واقع داستان کوتاه در امریکا، فرانسه و روسیه در اوایل قرن 19 میلادی اگر نگاه بکنیم داستان کوتاه در مقابل داستان بلند نقش آفرینی میکند. داستان بلند نامش چی داستان رمان است یک داستان بلند و بالایی که از نظر طول از نظر میزان صفحات از نظر تعداد کلمات نسبت به داستان کوتاه بسیار بسیار زیادتر است داستان بلند در ابتدا اگر نگاه بکنیم متعلق به قرن چهاردهم است رومان هایی که نوشته می شود نخستین رمان توسط شخصی به نام سروانتس نوشته می شود تحت عنوان دونکی شد و بعد از او طول می کشد یک قرن بعد در قرن پانزه هم زمینه های شکلگیری داستان کوتاه آغاز می شود که یک اثری به نام دی کامرون توسط فردی به نام بوکاچیو نوشته می شود و ای الهام بخش داستان های کوتاه می شود اگرچه در اروپا نخستین کسی که تحت عنوان پدر داستان کوتاه از او یاد میکند یک نویسنده و یک در واقع شخصیت ادبی شهیر در کشور امریکاست به نام ادگار آلین پوی امریکایی که در واقع پدر داستان نویسی و پدر داستان های کاراگاهی است داستان که ایشان خلق میکند سراسر از وحشت و در واقع ترس سرشار است آثارشان را بخوانید آثار بسیار ماندگار است از اشخاص دیگری که میتوانیم در این زمره یاد بکنیم در کشور فرانسه شخصی است به نام گی دو ماپاسان است که در واقع یک چهره بسیار شهیر است یک اثر دارد به نام شنل نخستین اثر اشان در حوزه داستان است که در واقع یک انقلاب بسیار عجیب و قریب از خود خلق میکند اگرش یک اثر دیگری دیگری هم دارد دوستان تحت عنوان توپولی یک اثر بسیار تنز است قشنگ است ولی این نخستین اثرشان نیست اثری است که در حوزه داستان کوتاه باعث شهرت جهانی گه دوم دومپاسان فرانسوی می شود در روسیه نیز می توانیم از شخصیت های بنامی در قرن 19 هم یاد بکنیم مانند یک پزشک روسی به نام آنتوان چخوف روسی 44 سال عمر می کند بسیار کوتاه است در عمر کوتاه خود نزدیک 700 داستان کوتاه خلق میکند متاسفانه بر اثر بیماری سیل اشان از دنیا میروند خب اجزای دا... اصلی داستان شاگردای عزیز اگر نگاه بکنیم یک داستان کوتاه را بخوایم برای شما روکن بندی بکنیم بگوییم که ارکان اصلی داستان کوتاه چیست سه روکن کتاب شما در اینجا بیان کرده است یک چارچوب هر داستان کوتاهی را اگر دوستان و شاگردان عزیز نگاه بکنند میبینن که از یک ساختار کلی و منسجمی ساخته شده است یک ساختار منظم و مرتب که دارای اجزای بسیار مختلفی هستند که باید یک نقطه آغاز داشته باشد یک نقطه میانی داشته باشد و یک نقطه پایانی داشته باشد که رویدادها و حوادثی که در داخل این داستان کوتاه اتفاق میافتد باید سازماندهی مرتبی داشته باشد پس رکن اصلی جزء اصلی در واقع داستان کوتاه چیه دوستان چارچوب است که بسیار بسیار مهم است روکن بعدی شاگرد عزیز درون مایه یا مضمون است مضمون داستان های کوتاه باید توسط نویسنده مشخص شود داستان انتظار را که وقتی میخوانیم در مورد انتظار انتظار کشیدن یک جوان است که در واقع یک انتظار بیهود است متوجه میشیم که درون اون مایه یک داستان کوتاه نیز باید توسط نویسنده در جا جای متن مشاهده شود به طوری که وقتی که خواننده داستان کوتاه را میخواند در انتهایش متوجه شود که محتوای اصلی داستانی که شخص نویسنده نوشته شده است چه میباشد و آخر گره داستان گره است داستان ها یک نقطه اوج دارد که باعث شکل گیری یک مشکل می شود که این مشکل در داخل داستان قرار داده می شود در قالب یک حادثه یک اتفاق یا یک رویداد در انتهای داستان باید این مشکل حل شود و این گره گوشایی باید با سرعت و با تسریع انجام گیرد در حالی که در رمان ها در داستان های بلند وقتی که یک مشکل میخواد حل شود یک مشکل به طور مقطعی حل می شود، یا به طور کاملا کن در چند مرحله این مشکل برطرف می شود. حال در داستان کوتاه عکس قضیه است یعنی یک مشکل که ایجاد شده نویسنده او را به عنوان نقطه عطف در داخل داستان خود قرار داده در واقع این نقطه عطف و این مشکل بزرگ به سرعت و با تسریع و با یک راه حل بسیار ساده بدون که چالشی باشد حل می شود. خب اجزای اصلی را دوستان گفتیم برایتان بیان شد ساختار را گفتیم درون مایه را گفتیم گره گوشایی را توضیح دادیم حال در کنار اجزای اصلی یک سری اجزای فری هم داستان دارد این اجزای فری چیست اجزای فری اجزایی هستند که به ساختار متن به محتوای متن به, گرو... به... گره که در داخل متن موجود است کمک بسیار زیادی میکند خب یک جزء اول دوستان فضای داستان است فضای داستان یعنی چی یعنی زمان ها و مکان هایی که در داخل داستان کوتاه موجود است اگر در داستان انتظار که گفتیم در واقع توسط محمد آصف سهيل نوشته شده است نگاه میکنیم زمان و مکان اتفاق داستان در واقع در این داستان چیه موجود است در واقع این داستان از نظر زمانی و مکانی دارایی ساختار نباشه مورد بعدی شخصیت است شخصیت یا نام دیگرش پرسوناج است نام در واقع علمی این شخصیت در حوزه داستان نویسی خاص داستان کوتاه شخصیت را تحت عنوان پرسوناج از او یاد میکنه در واقع نویسنده وقتی که یک داستان کوتاهی را می نویسد شخصیت در واقع نقش محوری دارد شخصیت هایی در داخل داستان موجود است که یک شخصیت تحت عنوان قهرمان داستان یا شخصیت اصلی داستان توسط نویسنده خلق می شود و اتفاقات و رویدادها پیرامون این شخصیت ایجاد می شود بعض شخصیت های داستانی که براتون گفتیم داستان کسانی که داستان درباره آنهاست اگر نگاه میکنیم داستان انتظار را یک بار بخوانیم با هم مرور بکنیم شر حال جوان منتظر و بتاب است که در واقع شخصیت اصلی داستان در مورد این فرد بیان شده است نگاه کنید دوستان ما در حوزه زاویه دید یعنی نوع نگاه نویسنده در داستان کوتاه نسبت به چی نسبت به تعریف در واقع او داستان وقتی یک نویسنده میخواد داستان کوتاه خود را تعریف کند دارای زاویه دید است نوع نگاه است حال نوع نگاه میتواند دو حالت داشته باشه یا روایت کننده خود در داستان حضور ندارد که تحت عنوان سوم شخص یا دانای کل از او یاد میکنیم یعنی چی؟ یعنی شخصیت اصلی داستان خود نویسنده نیست و هیچ کدام از شخصیت های جانبی هم باز هم نویسنده نیست بلکه نویسنده به عنوان یک شخصیتی خارج از متن داستان را روایت میکند و در مورد افراد و شخصیت ها توضیحات خطاب در واقع شنونده مدد این اوزاوی دید را تحت عنوان سوم شخص یا دانای کل میگویم چرا چون وقتی که میگوید داستان بیان نشد از زاویه کسی است که اوست او در واقع در حوزه زمای را که نگاه کنیم داستان شخص سوم مفرد ماست یعنی کسی که اوس بیرون از قضیه است در مورد داستان در مورد در واقع وقایع و رویدادهایی که در داستان اتفاق میافتد نظر میده حال میتواند زاویه دید غیری باشد زاویه دید در واقع روایت کننده بخشی از زندگی خود را تعریف میکند کند تو عنوان چه میگویم؟ میگویم زاویه دید اول شخص است یعنی خود نویسنده که در داخل داستان قرار دارد میتواند نویسنده شخصیت قهرمان داستان باشد میتواند شخصیت مکمل باشد یا یک شخصیت فری باشد در مورد کسی که در اطرافش هست توضیح داد. حال میتوان چی باشد وقایع و رویدادها بخشی از زندگی واقعی یا کی باشد خود نویسنده باشد در داستان انتظار اگر دوستان مطالعه بکنیم متوجه میشویم که راوی داستان کیه راوی داستان خود نویسنده است پس زاویه دید در داستان انتظار زاویه اول شخص است که نویسنده در واقع بخشی از زندگی شخصی خود را روایت میکند خب دوستان و شاگردان عزیز وارد بخش دوم شویم در حوزه قواعد دستوری امروز ما و شما آشنا میشویم با یک مفهومی تحت عنوان واو معدوله واو معدوله چیست میگویند واوی است که در کلمه های معینی نوشته می شود اما خوانده نمی شود پس چی شد دوستان میگوییم واو معدوله یک واوی است که در داخل برخی از کلمات می آید در داخل برخی از واژه ها ذکر می شود نوشته می به شکل نوشتاری در می آید ولی خانده نمی شود قابل خواندن نیست به طور مثال نگاه میکنیم کلمه ای داریم به نام خیش را نگاه کنید دوستان نمیخونیم خویش میخوانیم چی خیش خواهش نمیخونیم خواهش میخوانیم خواهش خواهر مینویسیم خواهر ولی چی میخوانیم؟ خواهر خواب می نویسیم چی خواب ولی میخوانیم خواب نگاه کنید در شکل ظاهری همه کلماتی که برای شما خواندیم چی واو معدوله نوشته شد ولی خوانده نشد خب میگویم این کلمه ها با حرف واو نوشته میشود ولی در تلفظ بدون آنها خوانده میشود به طور مثال گفتیم دوستان خواب و خواهر برای شما بیان شد شکل ظاهری واو هست نوشته شده ولی در بیان نمی گنجد در بیان اظهار نمی شود خب یک نکته نکته چه میگوید میگوید باید توجه داشت چرا توجه داشت که قبل از واو معدوله همیشه حرف چی میآید همیشه قبل از حرف معدوله او واو معدوله حرف خ میآید حرف خ میآید و بعد از آن بعد از چی بعد از حرف واو معدوله یک از حروف الف واب را زاد سین شین نون ها یا میآید هر زمانی که ما دوستان نکتش. هر زمانی که ما خواستیم واو معدوله را در یک کلمه مشخص کنیم میبینیم که قبل از اون واو معدوله همیشه حرف خا داریم حرف خ داریم بعد از ای در واقع واو معدوله هم، یک سری حروفی داریم که برای شما اینجا ذکر کردیم که در واقع این نشانه واو معدوله است یک سوال سوال چه میگوید با این که واو معدول تلفظ نمی شود چرا باز هم نوشته می شود چه علتی دارد ما این واو را در بیان ذکر نمی کنیم در تلفظ نمی خوانیم در حرف زدن به کار بردن نمی شود؟ ولی چرا این حرف واو نوشته می شود جواب و پاسخش این می شود زیرا برخی از کلمه ها که شکل تلفظ قدیمیشان در نوشته باقی مانده ولی امروز تلفظشان متفاوت شده است به همین منظور چی منظور؟ به منظور اشتباه نشدن آن با کلمات دیگر واو معدوله را می نویسن. پس یک سری کلمات بودن کلمات قدیمی هن. اشکال سنتی دارن در ساختار زبان دری قدیم در واقع به کار بردن می شدن. ولی در قدیم که به کار مر... برده شده ولی امروز وارد حوزه ساختار زبانه دری شده و از بین نرفته ولی به خاطر که این کلمات با یک سری کلمات جدیدتر اشتباه نشوند چرا چون این کلمات ممکن است از نظر طرز تلفظ با هم یکی باشد ولی معنایش متفاوت باشد از این نظر به خاطر که اشتباه گرفته نشود این کلمات قدیمی با کلمات جدید میایم این واو معدوله رو در کلمات ذکر میکنیم مثال میزنیم چه مثالی نگاه کنید دوستان ما یک کلمه داریم به معنای خار خار یک کلمه قدیمی است در ساختار زبان دری یک کلمه قدیمی بوده خب این خار را وقتی میگفتن چه میگفتن میگفتن خار ولی خوار می نوشتن. چرا چون معنای چی بوده معنای ذلیل و بیچاره دارد و معنای انسان ذلیل و پست و بیچاره را میگفتن خار حال خال در اصطلاح امروزی در زبان دری ما خال به چه کلمه میگوییم به کلمه گفته می که معنایش چیست معنایش یک گیاه نکتیز بیابانی است در بیابان ها اگر بگذریم نگاه میکنیم یک سری علف های، یک سری گیاه رشد کرده به کمترین میزان آب نیاز داره و تیغ های بسیار تیزی داره که موجب صدمه به انسان می و این گیاه نکتیز بیابانی را تحت عنوان خار امروزه یاد میکنیم از نظر طرز تلفظ نگاه کنید دوستان خار با خار هر دوتا یک تلفظ دارد ولی ما از کجا بفهمیم که مقصود نویسنده یا مقصود گوینده از کلمه خار یک گیاه نکتیز بیابانی است یا یک انسان پست و بیچاره است کدام است از نظر شکل ظاهری نگاه میکنیم که املای نگارشی کلمه چگونه است اگر با واو معدول آمده پس به معنای انسان بیچاره است اگر بدون واو معدول آمده پس به معنای چیه به معنای یک گیاه نکتیز بیابانیه خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگرد عزیز از شما خواسته ایم از شما خواسته ایم که واو معدوله را تعریف کنید و با ذکر مثال توضیح دهید خب شاگردای عزیز سنف هشتم در پایان جلسه امروز رسیدیم جلسه امروز ادبیات دری در همین لحظه خاتمه پیدا کرد عزیزان جان برای دریافت نظرات شما پیشنهادات شما بسیار بسیار راقب هستیم نمبر ارتباطی ما و شما یک بار دیگر بیان میکنیم 2964 ۷۸، 255 سیزه عزیزان جان تا دیدار دیگر خداوند یار و نگهدارتان